کنار یک چای داغ یا یک قهوه داغ فقط همین شیرینی اسپانیایی که با شکر و دارچین خیلی خوشمزه میشه میچسبه. سلام و درود با آیلین کوکین، خوش اومدین. دوباره با یک آموزش خفن مهمون خونه هاتون شدم. بریم با هم مواد لازم رو بهتون بگم. توی یک تابه بزرگ 2 لیوان آب بریزین دلبرا، 1 قاشق شکر، 1 قاشق روغن جامد یا کره، هر کدوم رو داشتین مشکلی نداره بریزین. بذارین روی گاز تا از کنارا شروع به قل زدن کنه. حالا 1.5 لیوان آردمون رو یک جا بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم تا گله گله نشه دلبرا. از زمان صفر شدن به مدت 10 دقیقه باید این آردمون رو که با این آب مخلوط شده رو یک دستش کنیم و به اصطلاح قنادی‌ها داغ بزنیم. یعنی چی؟ یعنی که 10 دقیقه روی گاز همینجور تیکه تیکه مثل حلوا داغ بزنیم تا یه قطره آبم توش نمونه دلبرا. چون اگه توی این روش که بهتون میگم همین الان که خمیره شما خاموش کنین، تخم مرغ رو بهش اضافه کنین، تو دهنتون میچسبه و خامه، سرخ نمیشه وسطش. زمانی که مثل حلوا به دست نچسبید ازش بردارین، یک گلوله گرد کنین، یک دست بود خاموش کنین. حالا خوب خمیرمون رو توی یک ظرفی بریزیم، بذاریم از داغی بیفته. حالا 2 تا تخم مرغ رو بهش اضافه میکنیم. حدود 3 تا تخم مرغ میخواد دلبرا. باید تخم مرغ رو بهش بشکنیم، اضافه کنیم، ببینیم خمیر ما از ماسوره در میاد یا نه. اینجا 2 تا تخم مرغ رو با 1 قاشق چای خوری وانیل رو بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. میتونین توی مرحله از همزن برقی هم استفاده کنین، میتونین با قاشق یا حتی با دستم مخلوط کنین، مثل خمیر ورزش بدین. خب زمانی که خوب مخلوط کردم 2 تا تخم مرغ، هنوز خمیر من صفر بود و از ماسوره خارج نمیشد دلبرا. 1 دونه تخم مرغ دیگر رو اضافه کردم و خوب یک دستش میکنم و توی خرد خمیرم میدم تخم مرغ رو. حالا یه قیف پلاستیکی ضخیم و یک ماسوره شکوفه رو انتخاب کنین و کامل بریزین توی قیفمون. اگه تا اینجای ویدیو خوشتون اومد حتما کانال منو سابسکرایب کنین، زنگوله کنارش رو روشن کنین، لایک های کامنت های شما دلبرا برای من انرژی مثبتیه، خیلی دوستتون دارم، ممنونم ازتون. خب حالا بریزیم داخل قیف و بذاریم کنار، ببینیم خمیر ما آماده است. حالا کامل خمیرمون رو هیچ موادی نمیذاریم به بالای پلاستیک ها بچسبه، کامل با یک کاردک بیاریم وسط. اینم از قیف خوشگل ما که آماده شد. حالا داخل یک ظرفی روغن بریزیم. تا زمانی که روغنمون سرده میتونیم پایپ کنیم داخلش. میذاریم روی شعله ملایم. از کنارا ببینین آروم داره سرخ میشه و حتما دوروشو با هم دیگه سرخ کنین تا کامل مکس پخ بشه. ببینید من هنوز طلایی نشده، طرف دیگهش برمیگردونم تا دورو با هم دیگه سرخ بشه دلبرا. اینجوری مغز پخ میشه و وسطش خام نمیمونه. حتما زمان داغ زدنشو دلبرا با همون روشی که گفتم داغ بزنین. اگه اون روشو کامل و عالی انجامش ندین تو این مرحله فقط سرخ میشه، وسطش خمیر هست. خب اینم که سرخ شد دلبرا، توی یک سبد بذارین تا کامل روغن اضافهش گرفته بشه، بعد بریم تا مرحله آخر تا بهتون بگم چیکار کنیم. لایک کردی دلبرا؟
اینجا هم میخواستم بهتون تردیشو نشون بدم. ببینید چقدر ترد شده. صداشو گوش کن. یه مرحله آخر که روغنش کشیده شد و من یک پیمانه شکر داشتم، ریختم روی شکرها و کمی دارچینم بهش اضافه کردم و مواد رو با همدیگه مخلوط کردم. باید این شیرنی اسپانیاییمون که به اسم چوروس هم هست کامل توی این شکر و دارچین مخلوط باشه. انقدر عطر و طعم بی نظیری میگیره به خودش که حد نداره. خدایی این یک نوع خوشمزدگی داره با این روش، ولی توی شربت بارم بره یک نوع خوشمزدگی داره. حتما این روش رو امتحان کنید، کنار چای عاشقش میشین. ببینید چجوری شکر رو به خودش میگیره، چقدر خوشگل میشه. خب اینم از چوروس ما یا همون شیرنی اسپانیایی. دوستتون دارم تا یک برنامه دیگه. خدایا رو نگهدارتون.